سیستم هایی که فوق پیشرفته هستن میتونن فلزات و طلا رو در اون بگیرن، تفکیک کنن، جداسازی کنن و مشخص کنن و باید در زمان تمرین و تست عمل انجام بدن. نحوه کار یا روش کار تنظیم VDI در ادیت در سیستم های فرکانسی باید توسط اپراتور درست و دقیق تعیین شه، همونجوری که ترشهولد باید با دقت تعیین شه. ترشهولد سطح و حجم میتونه منابع و نوع ذرات مزاحم یا فلز مورد نظر یا هدف رو برای VDI در ادیت به بهترین حد برسونه. کیفیت سیستم های پیشرفته در اینه که اپراتور میتونه با تعیین تنظیمات و تغییر تنظیمات وضعیت تشخیص فلزات، ذرات مزاحم و منابع رو برای نرم افزار یا برای تفکیک و تشخیص بهتر ایجاد کنه و این کاری که اپراتور باید بتونه در زمان تمرین و صحنه اصلی کار بنابر سیستمی که توانایی کاوش، کشف، پیدا کردن یا تفکیک طلا رو در عمق یا فلزات رو داره به کار ببره، پیاده کنه تا بهترین شرایط برای تشخیص فراهم بشه. و اصولا سیستمایی که مکانیزمشون با راداره و مثل رادارهای فرکانسی کار میکنن یا رادارهای تصویری فرکانسی، عدد VDI در ادیت رو برای جداسازی دارن و ترشهولد سطح و حجم رو برای تشخیص بهتر بین منابع ذرات مزاحم و اهداف رو دارا هست. نوع تصویرگیری این لکه رنگ ها یا تصویر DX بوده، VDIش 55 و ترشهولد 45 بوده. اگر CNPN ها رو به طور کامل نگاه کنیم، پول تپ ها در پایین ترین حد، گولد از این بالاتره یعنی از پول تپ، و هر دو اینا از سیلور پایین ترن، سی انشون و پی انشون، سی ان بالای 5 و پی ان بالای 10 محاسبه میشه. در اینجا سه برابری در این وجود داره، در اینم وجود داره، یعنی 38 تا میشه 24 تا 2 تا بالاتر، 7 تا 23 تا 2 تا بالاتر، 13 تا 30 تا 3 تا بالاتر. خب الان میتونیم بیایم ما تیک تیپ این سیلور رو برداریم، پی 100 رو بدیم و بره بالا عادی 295. اگر از خط اوم یا در اس ادیت لاین استفاده کنیم یا دیپ لاین، کدها رو میتونیم در اینجا مورد ارزیابی قرار بدیم. ما یه عدد 56 در اینجا داریم و 54 در اینجا، این دوتا در کنار هم دارن میان، یه 22 عدد متضاد نزدیک به اونها هم در اینجا داریم. حالا اگه یه دونه 280 بیاریم پایین تر، یه 54 در اینجا داریم و اینجا 59 و 53. خب در اعداد ما اینجا یه دونه 55 داریم، 55 همون ویدیوهای 55 که داده شده و در خود اعداد یه 26 هم اینجا داریم، این دوتا بغل هم اومدن 26 و 55. این همون شرایط دوقلو داره، چون 25 خودش عدد متضاد ویدیوهای 55. این میتونه بگه که ترشولد 45ش با این نمیخونه، یا این هدف در عمق زیاده یا رو مرکز هدف نیست. البته موقع تمرین به این شکل میاد، ولی این چون صحنه اصلی کاره باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اگه دیوی های پایین رو بش بدیم، خب ما در دیوی پایین فقط یه حالت شکاف در اینجا میگیریم که 20 رو بش بدیم این حالت پدید میاد. اینا حالت های جاهای خالی دست خورده یا جاهایی که نوع خاکهاش متفاوته یا تفاوت زیادی در ترکیب شکلش داره. همه اینا رو خود اپراتور باید یاد بگیره و پیاده کنه. نحوه عدد 54 خودش با 55 هم باز یه تاییدیه است. حالا یه امکان داره مثلا زمان تمرین با شما 53 59 بیاد اصلا اینا نیاد، ولی صحنه اصلی کار اینجوری نیستش و اینا میتونن همدیگر رو تایید کنن. و این روشش DX. DX اصولا 54 55 با همه کم اتفاق میفته، 55 دوبل بیاد، دوتایی بیاد و خوب بیاد. و البته اینا منظم هم شکل نیستن و میتونه مسائلی مربوط به زمین، تغییرات زمین یا وضعیت‌های مربوط به اون باشه. حالا چون ما عدد پول تبمون از همه پایین تر بوده، بعد بیایم از تکنیک‌های دیگه هم استفاده کنیم ببینیم چی به ما میده. وقتی پول تب شما پایین تر است گلدتونه، بهترین کار اینه که اعداد پایین
سی ان یعنی زیر 5 و پی ان زیر 10 رو تیک تیپاش رو حذف بکنید چون پول تپ پایین تره یا سیلور بالاترینه. این دوتا رو میشه با هم گفت و پی 100 295 رو طبق همون شرایطی که عملیات انجام دادیم تو مسیر قبلی پیش میبرین، ولی اونجا 280 رو داده بودین، پس اینجا ما 56 رو داریم، 52 رو داریم، چون تو 280 داده بودیم در اینجا باز میاد همین 55 رو در اینجا و 54 و اینا رو در اینجا میده. اینا تاییدیه های جریان و روش های تشخیصه. ببینید روش های تشخیص مهمه که اینا رو بعد اپراتور بیاد جدا سازی کنه. البته روش های در حذف کوارس دیم اینا هم هست که تو مراحل دیگه توضیح داده شده که باید اینا رو اپراتور پیاده کنه و اون مسیر اصلی رو به دست بیاره. روش های دیگه هم روی این پاسخ میده، چون ما در اینجا بالاترین عدد رو در خود سیلور داریم، خب میتونیم بیایم جی 4 روش ارزیابی و اینجا ببینید این لکه و این لکه منظم اینجا میاد، اینا رو اپراتور باید یاد بگیره خودش تو تمرین دیگه. اچ 2 رو میزنیم پی 100 و 295، دوباره همون ترکیب میاد و 280. دوباره اگه بخوایم اندازه گیری کنیم ما در اینجا این 55 در اینجا و 54 رو در اینجا داریم. حالا اگه مثلا این پول تبه از همه بالاتر بود اینجا دیگه ما عدد بزرگا رو برمی داشتیم سی ام پی ان. حالا میایم عدد بزرگا رو اصلا برمی داریم، این 30 تا 45 45 تا 60 و سیلور رو برمی داریم، میایم پی 100 رو میزنیم 295. خب اینجا حاصل عددی 50 و 57. حالا میایم رو 280، اینجا 51 و اینجا 53. ببینید اون کد رو نداد ولی اومد یه 25 اینجا به ما داد، یه عدد متضاد 55 رو داد، یعنی من چیزی در این ترکیب دارم، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. ببینید اینا روی 25 و روی 26، این یعنی اینکه اون هدفه اینجا هست ولی با ترشولدش، سطحش، اندازش یا این روشش نمیخونه. این 25-26 دو قلوع همون عدد متضادیه که ما در اونجا داشتیم و این ترکیب درش پدید اومده. از همه این روش ها میتونید استفاده کنید و پاسخ صحیح رو بگیرید.